سلام و درود خدمت شما عزیزان، شما گیتاریست های کار درست کانال گیتار ایرانی. من سجاد یگانه مافی هستم، جلسه سوم آموزش گیتار پیک استایل در خدمت شما عزیزان هستم با آموزش تکنیک آپاگادو، ریتم دو چهارم و چند آکورد سردسته آسان. قبل از آموزش خدمت شما عرض کنم کسانی که کانال گیتار ایرانی رو سابسکرایب نکردن سابسکرایب کنن و اون دکمه زنگوله رو هم روش کلیک کنین تا اگر ویدیویی برای شما آپلود شد شما اولین نفری باشین که این ویدیو رو میبینین. بریم برای آموزش. یکی از مکررات سوال‌های شما عزیزان اینه که تکنیک آپاگادو با پیک چجوری؟ آیا با پیک هم میشه تکنیک آپاگادو زد؟ چرا اینقدر تکنیک آپاگادو با پیک سخته برای ما؟ امروز قراره که تکنیک آپاگادو رو برای شما بازگو کنم و آموزش بدم. امیدوارم که کاملا برای شما مفید واقع بشه. خب اجرای تکنیک آپاگادو با پیک، ببینید ضربه رو از سیم ششم تا سیم اول میزنیم. ببین، یک به حالتی که پیک شیشتا سیم شما رو رد کنه. ببین وقتی ضربه رو میزنی بین سیم ها گیر میکنه، این تمرین این حالت اشتباهه. شما باید از سیم ششم تا سیم اول که ضربه میزنیم پیک شیشتا سیم رو رد کنه. ببینید، نکته خیلی مهم و حیاتی اینه که شدت ضربه شما از سیم 6 تا 1 باید یک نواخت باشه، نه اینکه سیم 6 اوم رو خیلی محکم بزنین آروم اصلا به سیم اولم نخوره. پس از سیم 6 اوم تا سیم اول ضربه یک نواخت با یک قدرت و با یک شدت میخوره. ببینید این حالت. حالا با نرمی شست دستتون همزمان که ضربه رو میزنین سیم ها رو هم خفه میکنید. ببینید، ببین بازم شیشتا سیم رو رد کرد پیک من. این خیلی مهمه، این رو حتما رعایت کنین درست میشه. این صدای درست باید اوکی بشه. همین تمرین آپاگادو رو شما باید 5 روز تمرین کنین. اصلا عجله‌ای توی یادگیری نیست. شما 5 روز این تمرین آپاگادو رو، این تکنیک آپاگادو رو حتما تمرین کنین. محال ممکنه که شما یاد نگیرین. پس این تمرین برای 5 روز شما هستش. باز تکرار میکنم، خب به همراه این تکنیک میخوام برای شما ریتم دو چهارم راک رو آموزش بدم. قبل از اینکه آموزش ریتم رو شروع کنم خدمت شما عرض میکنم که 3 تا سیم فلزی گیتار رو بهش میگن بیس، 3 تا سیم نایلونی رو بهش میگن سولو. ریتم دو چهارم تشکیل شده از 4 تا حرکت: بیس از بالا، سولو از پایین، آپاگادو، سولو از پایین. بیس، سولو، خفه، سولو. 1 2 3 4. خب اگر براتون سخته چیکار میکنین؟ میزنی بیس، سولو، آپاگادو. ببینید، بیس، سولو، آپاگادو. چون میخوام این آپاگادو بشینه تو دستتون قشنگ. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. این تمرین تمرین تمرین، انقدر اینو میزنین تا کاملا بشینه تو دستتون، سولو بعدی رو اضافه میکنین. ببینین، 1 2 3 4. 1 2 3 4. یکم بهش سرعت میدم، آکورد میگیرم صدای بهتری بده. لامینور. با همین سرعت شما حداقل باید 2 روز تا 3 روز تمرین کنین. عجله برای بالا بردن سرعت ها نداشته باشین خواهشن. براتون باز میزنم. زمانی که کیفیت نوازندگیتون به این صدا رسید میتونین یواش یواش سرعت رو افزایش بدین. ببینید، 1 2 3 4 1
حالت برای اجرای ریتم دو چهارم هستش. خب یکی از آکوردهایی رو که میخوام خدمت شما آموزش بدم برای اجرای آهنگ کلبه ابی آکورد لا مینور هست. لا مینور سردست، انگشت اول روی پرده اول سیم دوم، انگشت دوم روی پرده دوم سیم چهارم، انگشت سوم روی پرده دوم سیم سوم. آکورد بعدی آکورد ر مینور، انگشت اول رو پرده اول سیم اول، انگشت دوم رو پرده دوم سیم سوم، انگشت سوم رو پرده سوم سیم دوم. به این صدا. آکورد سول ماژور، انگشت اول روی پرده دوم سیم پنجم، انگشت دوم روی پرده سوم سیم ششم، انگشت سوم روی پرده سوم سیم اول. به این صدا. آکورد دو ماژور، انگشت اول روی پرده اول سیم دوم، انگشت دوم روی پرده دوم سیم چهارم و انگشت سوم رو پرده سوم سیم پنجم. به این صدا. و آکورد می ماژور، انگشت اول روی پرده اول سیم سوم، انگشت دوم روی پرده دوم سیم پنجم و انگشت سوم هم روی پرده دوم سیم چهارم. یک تمرین ساده برای شما میدم این آکورد ها رو اوکی کنید. اول تمرین اول لا مینور به ر مینور با ریتم دو چهارم، ببینید یک و دو و یک و دو و دو میزان لا مینور میزنم، دو میزان ر مینور. ببین یک دو سه چهار، یک دو سه چهار، یک دو سه چهار، یک دو سه چهار. بعد از این که شما دستتون روون شد این رو به یک میزان میرسونین، ببینید یک و دو و یک و دو و. دومین تمرینی که برای شما میخوام بدم آکورد سول ماژور و دو ماژوره. سول ماژور و دو ماژور میزنیم یک و دو و یک و دو و یک و دو و یک و دو و. اینقدر این رو تمرین میکنین دستتون سریع تر شد میرسونین به یک میزان، یک و دو و یک و دو و. تا اینجای کار امیدوارم که خیلی از تمرین خوشتون اومده باشه. خب بریم سراغ آهنگ کلبه ابی. این آهنگ با ریتم دو چهارم با این آکورد هایی که به شما آموزش دادم اجرا میشه. با هم شروع میکنیم. ریتم دو چهارم میزنم، شروع میکنم به خوندن. آه یکی بود یکی نبود، یه عاشقی بود که یه روز بهت میگفت دوست داره، آخ که دوست داره، هنوز دلم یه دیوونه شده واسط بی آزار، هنوز از دل دیوونه نترس، آخ که دوست داره هنوز. اینجا رو یک بار دیگه برای شما تکرار میکنم ببینین. آخ که دوست داره هنوز. چرا تکرار کردم؟ چون این سول ماژور به لا مینوره، قطعا میدونم برای شما سخت. ببینین باید بتونین تو یک میزان سول ماژور به لا مینور رو انجام بدین. ببینی؟ آخ که دوست داره هنوز، وای که دوست داره هنوز، شب که میشه به عشق تو غزل غزل صدا میشم، ترانه خون قصه تموم عاشقا میشم، گفتی که با وفا بشم، سهم من از وفا تویی، سهم من از خودم تویی. خب اینجا اگر اوجش برای شما بالا بود، من چون آکوردها سردسته هست محدودیت هایی دارم برای انتخاب گام شما عزیزان. خب یکی گام صداش بمه، یکی گام صداش بالاتره،
محدوده صدایی ها فرق داره. من میگم به خاطر محدودیت هایی که دارم برای انتخاب آکورد ها سعی کردم لامینور رو در نظر بگیرم برای شما برای این آهنگ. پس اگر اینجا برای شما خیلی بالا بود و به هنجره شما فشار اومد میتونید بمش رو بخونید. ببینید گفتی که با وفا بشم سهم من از وفا تویی سهم من از خودم تویی سهم من از خدا تویی گفتی که دل تنگی نکن آخ مگه میشه نازنین حال پریشون منو ندیدی و بیا ببین. بازم شب که میشه رو میتونی با صدای بم بخونی. شب که میشه به عشق تو غزل غزل صدا میشم. خب امیدوارم که تا اینجا جلسه سوم برای شما کاملا مفید و ارزنده بوده باشه. کانال گیتار ایرانی عاشق شما عزیزان هستش. دوستتون داریم.